احمدی نژاد در پرت و پلاگویی خب صاحب سبکه، این حرف جدیدی نیست، ولی هر بار که یک ضربه کاری میخوره ابعاد ضربه‌ای رو که خورده میشه از شدت پرت و پلاگویی های بعدیش تشخیص داد. هر کس حرفای احمدی نژاد رو چه در کنفرانس مطبوعاتی بعد از فضیحت اجلاس ژنو شنیده باشه و چه صحبتاشو بعدن که اومد به تهران احتمالاً با این نظر موافق باشه. میگن یه معلمی به شاگرد گیجش گفت با بالش جمله بساز، گفت تو جنگل یه پرنده دیدم با تیر زده بودن تو بالش. معلم گفت نه این بالش، اون بالش. گفت آها، تو جنگل یه پرنده دیدم با تیر زده بودن تو اون بالش. معلم گفت آقا ول کن نخواستی، با توشک جمله بساز. گفت تو جنگل یه پرنده دیدم، تو شک بودم که زدن به این بالش یا اون بالش. دکتر بزن بادر، من حرفا شما رو قبول دارم و میفهمم که به لحاظ استراتژیکی روشن یعنی برام حرفاتون که چی میگین، ولی درست نبود که با توجه به همین راهنمودهای استراتژیکی شما تو همونجا که آقا محمود داشت صحبت میکرد بهتر نبود یکی از همین گرگورا منومیم یا اون غلمسان الهام یا اون رحیم مشاهد میرفتن بالاخره این سخنرانی آقا محمود رو میگرفتن، اون ها میرفتن میخوندن اینو که اقلا آبروی رئیس جمهور نره. این آخه چه کار میکنن با این همه درس استراتژیکی که حتی همین خود منومیم غلمسان الهام و اون یکی و دیگری از شما گرفته؟ خب نبود پا پیش میزشن و این کار میکردن. خب برم تو مسکر نبینی راجب کیا داری صحبت میکنی، عجب حرفی میزنی. بابا همین منوچهر متکی اونه که وقتی کار نواشه زرنگه. خب معلومه اگه این چیز داره میخواست بفهمه که دیگه منوچهر متکی رو بود. بابا تو به گوسفندم که مشما بدی بخوره بعد شیر پاکتی تحویلت میده. این درسای استراتژیکی باره گرفت کش کرد تحویل نداد، حالا میخوای بگی این بره صحبت بکنه؟ عجب بدبختی گیر کردیم ما. آیه دکتر بزن بادر، یعنی با توجه به این فرمایشات شما کارایی و راندمان این منومیم و رأی مشایی غیرزاله که و هیئتی که همه آقا محمود رفته بودن این بود که بشینن اینجوری دست بزنن سوت بزنن یا اون غلوزن الهام نیششو تا اینجا باز بکنه بخنده؟ پچی تازه نیششو که باز کرد ثابت کرد که راست میگن که برای دیوونه همیشه عیده. آیه دکتر بزن بادر، شما در صورت رئیس جمهور شدن طرح اقتصادیتون چیه؟ برنامه اقتصادی من در زمینه پایه‌ای آوردن قیمت‌ها روی شفافیت سواره. میرم روبروی قیمت‌ها وای میسم چشم در چشم بهشون میگم ناکسا میای پایین یا من میام بالا تا بفهمم با کی طرفم. قیمت‌ها رو میگین آیه نه مردم. آیه دکتر بزن بادر، داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم و من میخواستم بگم که من فی الواقع از این زرنگی استراتژیکی شما در حیرتم. من الان دو هفته هست دارم خون دل میخورم و یک سوال و یک پیشنهاد به شما مطرح کردم و اون مسئله رئیس جمهور شدن شما. شما به زرنگی خاص خودتون در این از این مسئله در میدین، بالاخره میشین یا نمیشین؟ قبا به الهی زرنگی استراتژیکی و زیرکی و هوشمندی و ذکاوت ما البته حقیقتیه که هر چقدر بخوام روشو بپوشونم از این طرف اون طرف میزنه بیرون، ولی این چه سوال پرتیه که تو میکنی؟ تو مگه حالی نیست که الان نظام چه ضربه خورده؟ تو هنوز به فکر جواب گرفتن سوال خودتی؟ قربا برم تو ژنو همچی زدن تو پوز آق محمود که شکمش رو زمین خط ترمز انداخته. اون حرفایی که دارن میزنن تو فکری فقط آق محمود اونجا ضایع شد؟ مرد حسابی آدم پنچری قطار بگیره برف و سیاه بکنه، پر کلاغ و سفید بکنه، زیر آب نفس عمیق بکشه، اما سخنرانیش تو ژنو اینطوری ضایع نشه. بلایی که به سر ایشون اومد تو فکر میکنی فقط سر خود ایشون بود؟ خب هر کسی که میدونه که ایشون اونجا نماینده مقام عظما بود، همه حرفاش هم مقام عظما برش تعیین تکلیف میکنن که چی کار بکن. بلایی که به سر ایشون اومد جا داره که اگه دم خودکار قرمز باشه تا یک سال سیاه بنویسه در عزاش به خاطر ضربه‌ای که خورد تو پوز مقام عظما. آیه
دکتر بزن بادر خیلی عذر میخوام، شما به مقام عذر من گفتین احمق. من کجا گفتم احمق؟ آقا شما گفتین که این سخنرانی که اسرار نظام لو ندادم، شما گفتین که این سخنرانی آقا محمود و مقام عذر، این سخنرانی احمقانه رو براش نوشته. من نگفتم که مقام عذر این سخنرانی احمقانه رو نوشته، من گفتم که مقام عذر به خاطر این سخنرانی احمقانه ضربه خورد. مقام عذر بدون حرف و اجازه شون نمیذاره کسی بره حرف احمقانه بزنه. باز دلیل شما همون حرف رو میزنید. شما دکتر هر موضوعی که پیش میاره شاپ میکنه تو پوز مقام عذر. من تو پوزش یا اون 23 تا هیئتی که گذاشتن از وسط سخنرانی رفتن بیرون، من کوبیدم تو پوزش یا اونی که با اون یارو قرمزی زد با آقا محمود. بلش کن آقا دکتر بلابادر، بلش کن. مکم این سان Yeah.